مایکل جکسون کسی بود که در دنیا شهرت و دولت و ثروت انگفتی داشت. هر انسان آرزویش این هست که خداوند به من به مثل دولت مایکل و به مثل شهرت مایکل برای من بدهد. آیا اینقدر شهرت و پول انگفتی که مایکل داشت، آیا او آن در آرامش زندگی میکرد؟ آیا یک لحظه از زندگی خود خوش بود؟ و آیا قبل از این که بمیرد با ایمان و اسلام را قبول کرده بود؟ اگر از ویدیو ما خوشتان بیاید، ویدیو ما را لایک کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بیشتر ما باخبر شوید. مایکل جکسون شهرت آن است کشورهای آمریکایی گذشت و به اروپا و تا آسیا و در سراسر جهان. شهرت و دولت مایکل آنقدر زیاد بود که هر انسان در آرزویش این است که به اندازه ثروت آن بتواند دست یابد، به اندازه شهرت آن. سلطان موسیقی پاپ بود، اما همیشه پریشان بود، نگران بود. در خاطر چی؟ به خاطر چی؟ شهرت و دولت هم یک طرف، اما در هم خوبی های هم بود. همیشه برای مردم یتیم، برای فقرا و برای کسایی که بی سرپناه بودند، یعنی بیشتر ثروت خود را صرف به کمک به دیگران کرد. همیشه دیگران را کمک میکرد، کمک به ترک اعتیاد، ترک شراب و غیره. هرچی که انسان شهرت پیدا میکند، همچنین مردم دنیا با هم انسان اذیت و آزار میرسانند و سعی میکنند که آن انسان را شکست بدهند. مایکل در خانواده بسیار فقیر پیدا شد و مشکلات مالی زیادی داشت، اما شهرت دولت را به دست آورد و مخالفین تهمت های زیادی زدند از اینکه چهرهش سیاه بود. برای سفید کردن چهره خود از جراحی پلاستیکی استفاده کرده است. اما در سال 2009 دکترها که تست هایی که کرده بودند، آنها اعلان کردند که این خبر دروغ بوده. مایکل جراحی پلاستیکی استفاده نکرده بود. در یکی از کنسرت ها وقتی که اجرا میکرد، تمام موهای مایکل سوخت و شرکت پیپسی تقریبا 1.5 میلیون دلار خسارت داد و مایکل آن پول را به یک مؤسسه خیریه داد. یک دوم در یک کنسرت بود که بینی مایکل شکست. بعد از آن دکترها مایکل را جراحی کردند و بعد از آن مشکل تنفسی پیدا کرد و بر اثر آن نفس کشیدن برای مایکل دشوار شد. بعضی ها میگن که در خانه اکسیژن زندگی میکرد. آن نیست، دروغ هست. و در گوگل اگر شما بخوانید همه معلومات هست. چند بار اتهام این که با پسرها و با بچه های خردسال بدرفتاری و یا رابطه جنسی کرده هست. و بار دوم دادگاه فیصله کرد که هیچ ثبوتی بر علیه آن نیست. خلاصه بر اثر ادعاها آن از افیم همیشه استفاده میکرد، از داروی نشه آور برای تسکین پریشانی ها. دولت آمد، شهرت آمد، اما آرامش نداشت. مردم آرامش آن را به هم زده بودند، زندگی را بر آن تلخ ساخته بودند و آن همیشه از داروی نشه آور استفاده میکرد. و در آخر بر اثر
زیاد بر اثر تزریق زیاد داروی بیهوشی آن مرد. بعد از مرگ دادگاه بر اثر زیاد دادن داروی بیهوشی 4 سال حبس زندانی بر آن دکتر صادر شد. همه خلاصه شهرت بود، پول بود، دولت، ثروت، همه آرامش نداشت. برای آرامش هر چی که خداوند متعال برای شما داده هست شکر کنید و از خود به بالا نبینید، مایکل را نبینید، کسی را ببین که شب گرسنه میخوابد. آن وقت تو شکر خدا را به جا خواهید آورد. همیشه از خود پایین تر ببینید و شکر خدا را به جا بیارید و از خدا بخواهید که شهرت، پول و ثروت همراه آرامش. اگر ثروت بیشتر شود و انسان در آرامش نخواهد بود، بهتر است که خداوند متعال برای ما آرامش بدهد. آرامش بزرگترین نعمت است. آر یوتیوب کو بی لایک کرے، آر یوتیوب کو بی سابسکرایب کرے تا کہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں ترس ہے، انسان کا ہر بیماری کا علاج، دفع جادو مرض، ریموو دی ماجک. اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا، اگر هر مشکل دارید، اگر در رزق شما برکت نیست، اگر در زندگی شما برکت نیست، مشکل ازدواج دارید، در دادگاه دارید، اگر مشکل در کیس پناهندگی دارید، اگر در مشکل قبول شدن ویزا دارید، در بین محبت شوهر و همسر، هر آنچه که مشکل و پرابلم در زندگی هست، اگر میخواهید که موفق شوید، تمام مشکل شما دور شود، اگر میخواهید زندگی شما عوض شود، نظر و نیاز کنید که اگر مشکل ما، حاجت ما برآورده شود و این بیماری ما دور شود، ما اینقدر پول به حساب اکانت بانکی خارج ظریف چشتی واریز خواهیم کرد تا که او برای بچه های قریب، برای بچه های بی سرپناه غذا درست کند. اگر شما ها زکات دارید و صدقه دارید، می توانید برای ما وارث کنید، چون که ما مدرسه داریم، رایگان تعلیم برای بچه های بی سرپناه، برای بچه های غریب، تعلیمات دینی و تعلیمات دنیوی، هر دو تعلیمات در مدرسه ما هست. می توانید ما را سپورت کنید تا ما بچه های گرسنه را سپورت کنید. می توانید که با خریدن انگشتر، با یخیدن انگشتری، انشالله قسمت خود را عوض کنید. با تعویض و انگشتر، با تعویض و انگشتر ما برای شما می فرستیم تا زندگی شما عوض شود. هر آنچه که مشکل دارید دور خواهد شد و هر آنچه که حاجت دارید بر آورده خواهد شد. مشکل بزنس هست، مشکل خانوادگی است، مشکل دادگاه، هر آنچه که مشکل هست در اینجا واتساپ نمبر هست، به این واتساپ پیام بفرستید، انشاءالله ما برای شما جواب خواهیم داد.